سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به ویدیو دوم بخش اساسات حساب ما. در ویدیو قبلی عملیات چهارگانه یا عملیات اساسی حساب را که عبارت از جمع و تفریق، ضرب و تقسیم می باشد را آموختیم. اگر ویدیو قبلی را ندیده اید، ازتان خواهش میکنم اول ویدیو قبلی را ببینید، بعدا بپردازید به این ویدیو. لینک ویدیو قبلی را در کامنت و یا در دسکریپشن این ویدیو اد میکنم، میدانید از اونجا هم ببینید. خب، مبحث این ویدیو ما خواص عملیه های جمع و ضرب میباشد. این خواص یا خاصیت ها مخصوصا برای خاصیت های جمع و ضرب میباشد. هیچگاه این خاصیت ها را بالای عملیه های تفریق و تقسیم تطبیق نکنید، چون این خواص فقط و فقط برای عملیه های ضرب و جمع می باشد. پس اول میره می پردازیم به خواص عملیه جمع. خواص عملیه جمع به سه بخش ذیل تقسیم شده: خاصیت تبدیلی، خاصیت اتحادی و عنصر عینیت عملیه جمع. خاصیت تبدیلی خاصیتی را میگویند اگر دو عدد در حال جمع جاهایشان تغییر کند، باز هم حاصلشان یک چیز باشد. به این معنا اگر داشته باشیم دو جمع سه، این مساوی است به سه جمع دو. به این میگم خاصیت تبدیلی، به این معنا که جای دو را با سه تبدیل کردیم و سه را با دو تبدیل کردیم، باز هم جواب چی است؟ جواب عین چیز است، یعنی جوابش 5 می شود. پس این خاصیت برای تمام اعداد که در حال جمع باشند قابل تطبیق است. پس به این خاطر می نویسیم A یعنی هر عدد جمع B هر عدد دیگر مساوی است به B جمع A. به این میگن خاصیت تبدیلی عملیه جمع. خاصیت اتحادی جمع را توسط یک مثال برایتان واضح می سازم. اگر بنویسیم باز هم دو جمع سه داخل قوس جمع افت، این مساوی است با دو جمع سه جمع افت داخل قوس. فهمیدید اینجا چی میگه؟ دو عدد در حال جمع داخل قوس و یک عدد خارج از قوس باشد، پس این مساوی است که اگر عدد دوم و سوم را داخل قوس بگیرید، یعنی اول جمع کنید بعدا جمع عدد دوم کنید. اگر توسط حروف این را نشان بدهیم چه رقم می شود؟ اگر بگوییم هر عدد A جمع B داخل قوس جمع C باشد، پس این مساوی است با A جمع B جمع C داخل قوس. درست شد؟ پس میریم به خاصیت سوم یا عنصر عینیت عملیه جمع. اول باید بفهمیم که عینیت چی معنا. عینیت به معنای این که اگر یک عدد با هر عدد دیگر جمع شود، حاصل جمع همان عدد را تغییر ندهد. عنصری که هیچ تأثیر بالای عدد دیگر نداشته باشد، هیچ تأثیر بالای عدد که جمع می شود نداشته باشد. پس کدام عدد در عملیه جمع است که با هر عدد جمع شود باز هم مساوی به همان عدد باشد؟ او عدد عبارت از عدد صفر می باشد که می گوییم صفر اگر جمع دو شود باز هم دو است. یعنی صفر با هر عدد جمع شود حاصل آنها همان عدد می باشد که صفر با آن جمع شده است. اگر صفر با هزار هم جمع شود باز هم جواب چی است؟ هزار است. عنصر عینیت در عملی جمع چی شد؟ صفر. عملی ضرب همچنان دارای خاصیت های ذیل می باشد: خاصیت تبدیلی، خاصیت اتحادی، خاصیت توزیعی و عنصر عینیت عملی ضرب یا واحد عملی ضرب. در اینجا فقط یک خاصیت اضافه عملی ضرب دارد که به نام خاصیت توزیعی عملی ضرب یاد می شود. این که چه قسم است میریم میبینیم. اول نظر می اندازیم به خاصیت تبدیلی. خاصیت تبدیلی ضرب مانند خاصیت تبدیلی جمع است، یعنی اگر داشته باشیم دو ضرب سه، این مساوی است به سه ضرب دو،
که هر دویشان مساوی به یک عدد می باشد که 2 ضرب 3 هم 6 می شود، 3 ضرب 2 هم 6 می شود. پس اگر در حروف نشانش بدهیم چی قسم میشه؟ A ضرب B مساوی از به B ضرب A. هیچ در حاصل آنها کدام تغییر ایجاد نمی شود. خاصیت اتحادی عملیه ضرب همچنان مانند خاصیت اتحادی در عملیه جمع می باشد. یعنی اگر داشته باشیم 2 ضرب 5 داخل قوس باشه، ضرب 3 شود، این مساوی است به اینکه 2 ضرب 5 ضرب 3 کنیم. پس کدام فرق ایجاد نشد. درست مانند جمع است. پس اگر به حروف نشانش بدهیم به این رقم نشان داده میشه A ضرب B داخل قوس ضرب C مساوی است به A ضرب B ضرب C. درست؟ خاصیت توزیعی برای ما چی میگه؟ خاصیت توزیعی به معنای این که خاصیت پراگنده کردن، توزیع کردن اعداد یا ضرب کردن اعداد در داخل قوس می باشد. اگر داشته باشیم 2 ضرب 5 جمع 7، ببینید در اینجا عملیه جمع هم وجود دارد. خاصیت توزیعی برای ما میگه که عدد 2 در حالت ضرب است. به چی معنا؟ 2 را یک بار ضرب کن با 5، بار دیگه 2 را با 7 ضرب کن. پس چه رقم نوشته میکنیم؟ 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 علامه جمع خودش 2 ضرب 7. درست؟ پس ما گفته بودیم در ویدیوی قبلی ما خوانده بودیم که هرگاه در یک افاده ضرب وجود داشته باشد ما اول حق نداریم که جمع را کنیم. درست؟ بله یاد ما هست. پس 2 ضرب 5 میشه 10. درست؟ جمع خودش 2 ضرب 7 تمام 14. درست شد؟ بله. بسیار خوب. میریم اگر این رو به حروف نشان بدهیم چه رقم می شود؟ پس در نتیجه نوشته کده می تانیم که A اگر داشته باشیم ضرب B جمع C، این مساوی است به اول A ضرب B می شه، بعدن A ضرب C. A ضرب B نوشته می کنیم A ضرب B، به خاطر که عدد نیست نمی تانیم که عدد نوشته کنیم که چند می شه حاصلش، حروف هستن. بعد عملی جمع خودش A ضرب C مام A ضرب C به این اساس نوشته میشه. درست؟ عنصر عینیت در عملی ضرب چی است؟ عنصر عینیت در عملی جمع را فهمیدیم که عینیت به معنای این که هیچ کدام اثر بالای عدد نگذارد. عنصر عینیت عنصر است یا عدد است که با ضرب شدن بالای یک عدد هیچ کدام تأثیر بالای آن عدد ایجاد نکند. پس او عنصر کدام عنصر است؟ در عملیه ضرب عبارت از یک می باشد. پس به این معنا اگر یک را با هر عدد ضرب کنیم که مثلا بگوییم 5، مساوی است به همان عدد، یعنی یک هیچ کدام تأثیر ایجاد نکرد. پس عنصر عینیت ما یک می باشد. اگر در حروف نشانش بدهیم هر عدد A بگوییم ضرب یک کنیم، باز هم مساوی است به عدد A. خب آمدیم به مثال و یا تمرین بعضی از سوالات. درس ها را یاد گرفتیم ولی اگر تمرین نکنیم، مشق نکنیم، هیچ وقت درست در ذهن ما نمیشیند. پس میریم به سوال های خود میپردازیم. سوال اول ما میگه 4 ضرب قوس A منفی 2 مساوی به چند میشه؟ ما این درس در کجا خواندیم؟ در خاصیت توزیعی ضرب این قسم سوال ها را خواندیم. پس خاصیت توزیعی چی میگفت؟ میگفت اول عددی که در اینجا هست بالای عدد اول ضربش کو، بعدن بالای عدد دوم. پس چه قسم ضرب میکنیم؟ میگم 4 ضرب A میشه 4 A. ویدیوی گذشته اشاره رو تشریح کردم که چه قسم اشاره از این مثبت میشه یا منفی. بازم میگم دیگه تشریح میکنیم. اشاره 4 چی است؟ اشاره 4 است عددی که اشاره نداشت، اشارهش مثبت است. مثبت. اشاره A چی است اینجا؟ عددی که اشاره نداشت، اشارهش مثبت است. پس
مثبت ضرب مثبت مثبت میشن که نوشته کردنش هیچ مهم نیست. باز میریم 4 رو بالای 2 ضرب میکنیم، 4 ضرب 2 میشه 4 ضرب 2 ما 8 میشه. بعدا میریم به علامش یا به اشارهش که اشاره چی میشه. مثبت اینجا است، اینجا منفی داریم. مثبت ضرب منفی مختلف العلامه است، پس اشارهش میشه منفی. جواب سوال ما. و سوال دوم که اگر نگاه کنیم، داریم 5 ضرب 30 جمع 6 داخل قوس هستن. 5 ضرب 30 میشه چی؟ 5 30. 5 ضرب 6 ما میشه مثبت 30. درست؟ سوال دیگه ما اگر نظر کنیم، اینجا داریم منفی 3 مثبت A منفی 4 در حالت ضرب است. پس اینجا اگر ضرب کنیم داخل قوس، اول چی میکنیم؟ اول 3 رو باید ضرب کنیم که میشه 3 ضرب A 3 A. درست؟ 3 A. پس اینا رو میریم به اشارهش. اشاره زیادتر وقت متوجه باشید. شاگردای عزیز ما در اینجا خیلی اشتباه میکنن. وقتی منفی باشه چی قسم نوشته شده؟ منفی ضرب مثبت. اینجا A علامه نداره، علامهش مثبت است. منفی ضرب مثبت میشه منفی. پس 3 ضرب 4 ما بازم میشه 12. منفی ضرب منفی هم علامه هستن میشه مثبت. اینجا دو افاده است، هر دو افاده ما دارای دو عدد میباشد. پس این را چه قسم ضرب کنیم؟ این را همچنان مثل ایدگاه ضرب کنین، به حالتی که فکر کنین که 3 اول هیچ وجود نداره. پس 3 اگر وجود نداشته باشه چی میشه؟ A را یک بار بالای B ضرب میکنیم، باز یک بار دیگه A را منفی 2 ضرب میکنیم. درست؟ پس میریم عملیه را انجام میدیم. A ضرب B میشه A B. درست؟ A ضرب 2 میشه 2 A. درست است؟ در افاده ها همیشه عدد را اول نوشته میکنن و حروف را دوم. پس اشاره از این چی است؟ اشاره ای ما است مثبت. اشاره دوی ما چی است؟ منفی. مثبت ضرب منفی میشه منفی. درست؟ بله. از این خلاص شدیم. میریم اینالی به عدد 3. فعلا ای را پوت کنید، هیچ مد نظر نگیرید. 3 را باید با ای ضرب کنیم. 3 ضرب بی یک بار، یک بار 3 ضرب منفی 2. 3 ضرب بی ما میشه 3 بی. اشارهش چی است؟ آفرین، اشارهش است با خاطر که اینجا مثبت است، اینجا مثبت است، مثبت ضرب مثبت ما میشه مثبت. 3 ضرب 2 6 میشه. اشارهش چی است؟ میگه اشارهش منفی است. چه قسم منفی است؟ علامه 3 ما یا اشاره 3 ما مثبت است و اشاره 2 ما منفی است. مثبت ضرب منفی مختلف الاشارات است، به او خاطر نوشته میکنیم که منفی 6. درست؟ بله. آسان نیست؟ بله استاد، آسان است. پس میریم به یک سوال دیگه. آمدیم به سوال آخری ویدیوی ما. قبل از این ویدیو یا قبل از هر دو ویدیوی ما اگر این سوال را میدیدید خود میگفتید این چه قسم یک سوال است، چه قسم حل خواهد شد. اما متیقن هستم با دیدن این ویدیوهای ما 100% آماده هستید که این سوال را حل کنید، به خاطر که در اینجا هم قوس وجود دارد، هم تقسیم وجود دارد و هم ضرب وجود دارد. پس عملیه که یا قانونی که در ویدیوی اولی ما برایتان بیان کردم قانون بود. مثلا اگر یک بار دیگه میخواییم به یادآور شویم چی میگفت؟ اگر در یک افاده هم قوس هم ضرب و هم تقسیم وجود داشته باشد، اون چی بود؟ اولین قانونشی بود اگر قوس وجود داشته باشد اول قوس ها را از بین ببر. اون دیگه چی میگفت؟ از چپ به راست رفته اگر عملیات ضرب و تقسیم هر کدامش اول آمد امور اول انجام بده. و قانون سوم چی میگه؟ جمع و تفریق را انجام بده. خلاص یاد ما هست استاد، میتونیم حل کنیم این سوال. پس میریم میپردازیم به سوال عدد خودش. بعدا میریم اینجا اول 4 را با A ضرب بزن، بعدا 4 را با 2 ضرب بزن. درست؟ پس ضرب میزنیم. 4 ضرب A ما میشه 4 A. اشارهش چی است؟ منفی ضرب مثبت منفی. درست؟
بله، باز 4 را با 2 باید ضرب بزنیم. 4 ضرب 2 ما میشه 8، منفی ضرب منفی میشه مثبت. اینجا به خاطر که عملیه تقسیم وجود داره، ما اول 6 منفی 3 کنیم، به خاطر که قانون بودمز ما را اجازه نمیده. پس چی میکنیم؟ عدد 6 را خودش نوشته میکنیم. اینجا 3 با 10 در حالت تقسیم هستند. پس 3 اگر تقسیم 10 شوه چند میمانه؟ یا 30 افغانی داریم برای 10 نفر میخواییم تقسیمش کنیم، چندی میرسه بر کدامش؟ 3 افغانی میرسه برشان. پس نوشته میکنیم 3 افغانی، درست؟ 3 نوشته میکنیم. منفی تقسیم منفی میشه چی؟ مثبت. اینجا ما نمیتونیم که 10 را با 4 ای جمع کنیم یا تفریق کنیم، به خاطر چی؟ که این 4 ای هم جنس نیست با 10. 10 فقط هم جنس از با 8، 6 و 3. 10 جمع 8 ما میشه 18، 18 جمع 6 ما میشه 24، 24 جمع 3 ما میشه 27. پس نوشته کردم میتونیم که 27. منفی 4 ای ما خودش، درست؟ و یا ای را میتونیم این قسم ما بنویسیم، اول منفی 4 ای را بنویسیم، بعدن مثبت 27 را، درست؟ بله. یک گپ دیگه که یادتان نره، اگر باشه 10 تقسیم 2 ضرب 5، این را چه قسم انجام میدیم؟ این قسم یک سوال را هیچ حل نکردیم. پس چی میکنیم؟ براتان گفته بودم در قانون بودم است که اول از طرف چپ براست برو میگه، هر عملیه که اول آمد اول امور انجام بده. یعنی در اول تقسیم با 2 بکو، بعدا ضرب 5 بکو. 10 تقسیم 2 میشه 5، ضرب 5 دیگه داریم خودش که هر دوی از یا باز هم ضرب شوند، 5 ضرب 5 میشه 25، درست؟ آسان است نه؟ بله شاگردای عزیز، انشالله که فهمیده باشید. تا ویدیوی دیگه ما، خدا حافظ و ناصرتان، موفق و سرفراز باشید.